سلام، به سومین روز از چالش 7 روز 7 سیکل یوگا خوش اومدین. من بهار هستم، مربی یوگا و تمرین امروز اختصاص داره به انعطاف عضلات پشت بدن. تمرین امروز نه تنها تأمین کننده انعطاف مناسب روزانه بدن شماست، بلکه برای برطرف کردن دردهای سیاتیکی شما حالت اصلاحی و درمانی داره و همینطور اگه شما کسی هستین که دوست دارین روی 180تون کار بکنین، چالش امروز میتونه یک وارماپ عالی برای تمرین 180 باشه. پس بدون معطلی بریم برای انجام دادن و تمرین کردن چالش روز سوم. خب، شروع سیکل امروزمون از حالت ایستاده در وضعیت اوتاناسانا هست و امروز از اونجایی که تمرین انعطاف داریم، آجر میتونه بهت کمک بکنه. خب، میام در حالت ایستاده قرار میگیرم، آجرامو میذارم زیر دستم. اگه انعطافت خوبه میتونی دستات روی زمین هم بگذاری. پاهامو به هم چسبوندم، بوزک‌ها، زانوها و رانها کاملا به هم چسبیده، قفسه سینه صاف بیرون. دم و بازدم، یک دم بازدم، از قسمت لگن دارم حرکت میکنم. دم، اصلا مهره های کمرم رو حرکت نمیدم، میدونید فقط لگنم داره حرکت میکنه. چهار دم و بازدم، پنج. حالا از اینجا پای راستم همینجاست، پای چپم یک گام بلند به اندازه 2 تا 3 برابر عرضشونم میاد پایین، میره عقب و به این حرکت میگیم حالت پیرامید یا حرکت هرم. دوباره از اینجا دم، سینه بیرون، بازدم. همونطور که گفتم اگه انعطافت خوبه میتونی دستات روی زمین هم بگذاری. دم و بازدم، 2. دم، کشش تو پای جلوه، بازدم، 3. تو این حرکت اصلا نباید قوز بکنی. 4. دم و بازدم. حالا دستتو بذار روی آجر پشت پا، آجر سمت راست، و از اینجا آروم بدنتو بکش به سمت روبرو توی حرکت مثلث یا تریکوناسانا. همچنان دستتو روی ساق پا هم میتونی قرار بدی. 1. نگه دار. 2. 3. 4. و 5. با کمک دست چپ بیا بالا و حالا هر دوتا پنجه پات رو بچرخون به سمت بیرون. دست توی قفسه سینه، زانوها رو کشیدن بغل. به این حرکت میگیم حرکت گادس یا الهه. توی این حرکت میمونم، کشش خیلی عالی توی لگن و استقامت رانها رو داره. 3. 4. و 5. زانوها رو صاف میکنم، پاها رو موازی میکنم. توی حالت پراستاریتا از قسمت لگن میام به سمت پایین، دست روی زمین و تا حدی که کشش برام مناسبه سرم رو به سمت زمین نزدیک میکنم. دم و بازدم، 1. نگه دار. دم و بازدم، 2. آروم نفس بکش. نفس‌های آروم تو باعث میشه که حس آرامشی که توی مغزت ایجاد میشه، عضلات بدنت باز بشن. ارتباط خیلی قشنگی بین احساس آرامش توی بدنت و انعطاف وجود داره. دم، برمیگردم بالا و از اینجا پای چپم رو میکشم به سمت پهلو و میام توی حرکت مثلث. مثلث رو با پای چپ دارم انجام میدم. 1. 2. 3. 4. و 5. میچرخم دوباره به سمت روبرو، یکم پامو میارم بیرون، میام توی حرکت پیرامید. اینجا دستمو گذاشتم روی زمین، ولی تو اگه آجر نیاز داری بذار. 1. پایین بالا. 2. پایین بالا. 3. 4. و 5. دست ها روی زمین، از اینجا میام توی حالت پلانک. 5 نفس نگه میدارم. 1. لازمه که روی قدرتمونم کار بکنیم. 2. 3. 4. و 5. باستانمو میکشم به سمت بالا. دم و بازدم، توی حالت سگ سر پایین. و از اینجا دوباره قدم میزنم میام به ابتدای مت در حالت اوتاناسانا. اوتاناسانا یا فوروارد فولد، کشش همه عضلات پشت بدن.
باز میتونی دستاتو بذاری روی آجر، من اینجا گذاشتم روی زمین. دم، سینه به سمت بیرون. باز دم، از لگن دارم بیام پایین. یک، دم، سینه به سمت بیرون. باز دم، دو، دم، سینه به سمت بیرون. باز دم، سه، دم، سینه به سمت بیرون. باز دم، چهار، دم، سینه به سمت بیرون. باز دم. حالا دوباره پای راستم رو میارم عقب، پای راستم رو میارم عقب توی وضعیت پیرامید یا حالت هرم. یک، پایین، بالا. دو، پایین، بالا. این سیکل یک گرم کننده عالی برای 180 و بعد از این سیکل تو میتونی رو حرکت 180 هم کار بکنی. چهار و پنج. حالا از اینجا دست چپ میتونه بیاد پشت پا، میتونه بیاد روی آجر یا ساق پا. روی وضعیت تریکوناسانا یا مثلث میکشم بدنمو به سمت بیرون. یک، نفس. دو، نفس. سه، چهار و پنج. برمیگردم بالا و از اینجا دوباره هر دو تا پنجه پا رو میچرخونم به سمت بیرون. حرکت الهه یا گادس نگهدار. یک، بمون. دو، خیلی قدرتیه این حرکت، نه؟ سه، اشکالی نداره، بذار بدنت قوی بشه. چهار و پنج. میایم بالا، هر دو تا پا رو موازی هم نگه میداریم. حرکت پراساریتا پادوتاناسانا، از لگن میام پایین و آروم میکشم بدنم رو به سمت زمین. بچه کشش خوبی توی عضلات پشت بدنت. یک، همه این تمرینات برای درد سیاتیک فوق‌العاده است. دو، نفساتو دنبال کن، ضربان قلبتو آروم کن. سه، از حرکت لذت ببر. چهار و پنج. دوباره برمیگردم به سمت بالا، از اینجا پای راستم رو میچرخونم توی حرکت تریکوناسانا. میتونم آجر بذارم اینجا، مثلث رو نگه دارم. یک، دو، سه، چهار و پنج. به سمت روبرو به حرکت پیرامید یا هرم میام. آجر میتونه باشه یا نباشه، این بستگی به تو داره. دم و بازدم. هنر تو اینه که حالتی رو برای بدنت انتخاب کنی که بهترین احساس رو بهت میده. یک، آرنجا رو خم کن. دو، آفرین. سه، چهار و پنج. حالا از اینجا باز میام توی حالت پلانک، حرکت پلانک. دم و بازدم. یک، نگه دار شکمتو بکش تو. دو، سه، چهار و پنج. سگ سر پایین. پنج، نفس. کششو نگه میداریم. ببین الان پاشنه های پات میرسه به زمین. دم و بازدم. دم و بازدم. خب برمیگردم به سمت ابتدای مت، دوباره توی حالت اوتاناسانا. دور آخر سیکلمون رو میخواییم با هم دیگه بریم. دست میتونه روی زمین یا روی آجر باشه. دم و بازدم. یک، دم، بازدم. دو، دم، بازدم. سه، دم، بازدم. چهار، دم و بازدم. پنج. حالا از اینجا پای چپم رو دوباره یک گام بلند میذارم عقب توی حرکت پیرامید. دم، بازدم. یک، دم، بازدم. دو، دم، بازدم. سه، دم، بازدم. چهار، دم و بازدم. دست میتونه روی آجر یا روی ساق پا باشه. میام به حرکت مثلث، دست راست روی پا، دست چپ میاد بالا. یک، نگه میدارم. دو، سه، چهار و پنج. برمیگردیم بالا و حالا هر دو تا پا رو میکشم به سمت بیرون. اینجا برای اینکه تعادلم به هم نخوره مثل الان، باید یکم دنبالچمو بکشم به سمت بیرون که بتونم تعادلمو حفظ بکنم. یک، حرکت الهه. دو، نگهدار.
سه، باید چهار سرمون هم قوی بشه دیگه. پس باید بمونیم توی این حرکت، نفس بکش. چهار، بمون. و پنج، آفرین. حالا هر دو تا پاهاتو موازی کن. دوباره بیا به پراستاریتا. بکش بدنتو به سمت زمین. نفس، یک. اگه تاج سرت به زمین میرسه خوب چه عالی، اگه نمیرسه توی همین حالت نگه دار. دو، نگه دار. سه، چهار و پنج. دوباره از اینجا پای چپم رو میچرخونم به سمت بیرون و میام توی حالت تریکوناسانا، مثلث، نگه میدارم. یک، دو، سه. حتما حرکت رو اگر سخته برای خودت با آجر سبک کن. چهار و پنج. دوباره میچرخم به سمت روبرو. حالا میام توی وضعیت پیرامید. آجر میتونه زیر دست باشه. دم، بازدم. یک، دم، بازدم. دو، دم، بازدم. سه، دم، بازدم. چهار، دم و بازدم. حالا از اینجا چون دور آخرمه، هر دو تا پا رو میارم کنار هم، یکم توی حرکت اوتاناسانا یا کشش پشت بدن با پاهای بسته نگه میدارم. دم و بازدم. نفس، سرت رها باشه. دم و بازدم. چهار و پنج. حالا میتونی زانوهاتو خم کنی، دستاتو بذاری روی آجر. آخرین دور حرکت پلانک رو بریم. نفس، یک، بمون. دو، سه، چهار و پنج. زانوهاتو بذار روی زمین. چند لحظه چشماتو ببند، یکم آروم نفس بکش. به تبریک میگم، تو یه سیکل انعطافی فوق‌العاده رو برای بدنت انجام دادی که توی این فصل پاییز میتونه خیلی حس خوبی بهت بده. اگر دوست داری که آموزش کامل و دقیق تمام این حرکت‌ها رو یاد بگیری، میتونی در دوره جامع یوگای من شرکت بکنی که یک مجموعه بسیار کامل از آموزش تمام حرکات بیسیک، مهم و پایه یوگاست. برای تهیه این دوره به پیج اینستاگراممون یوگا وید بهار پیام بدین. حالا آماده ای که بری و یک روز فوق‌العاده رو شروع بکنی. نماسته.